أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الأبرار المعصومين، سيما ابن عمه ووصيه أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، روحي وأرواح العالمين بتراب مخدمه الفداء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: توبوا إلى الله من ذنوبكم. وقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. شب شب بعظمتی است، شب ضربت خوردن مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام، شبی که باید گفت عدالت را در محراب دونیم کردند، شبی که هرچه غم و غصه و خون جگر در طول عمر علی بر او بار کردند، امشب این خون جگرها از فرق علی در محراب ریخت. دیگر نیاز نیست علی سر در چاه کند و با چاه درد دل کند، که سر در چاه کردن علی برای تخلیه خود نبود فقط، بلکه ودائع و اماناتی را امیرالمؤمنین درون چاه قرار داد که امشب من و امثال ما در چنین ایامی اون مطالب علی رو که متمثل کننده مظلومیت علی و قصد شدن خلافت علی است و جامع همه معارف و حکمت‌های امیرالمؤمنین است، از چاه درآوریم و خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. از طرف دیگر شب شب قدر است و درک این شب را کسی می‌کند که قدر خود بداند. شبی که نزول قرآن در این شب است، خود ماه رمضان که ظرف لیلة القدر شد، تنها ماهی است که نامش در قرآن از بین 12 ماه برده شد و چنان ظرفیتی ماه رمضان به سینه انبیاء الهی داد که در این ماه کتب آسمانی بر سینه اونها نازل شد. در روایتی میگه اول ماه رمضان صحف حضرت ابراهیم نازل شد، ششم تورات حضرت موسی، هجدهم زبور داوود
و 23 قرآن ما. این چه ماهیه که اینقدر زمینه و وسعت و شرح صدر انبیاء الهی داده که این کتب آسمانی رو در ماهای دیگه نتونستن تلقی کنن اما در این ماه تونستن. انا انزلناه فی لیلت القدر، فرمود ما نازل کردیم قرآن رو در شب قدر که از آیات استفاده میشه. شب قدر هم در ماه رمضان. انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. جای دیگه داره شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این دو تا آیه رو کنار هم بذارید معلوم میشه شب قدر تو ماه رمضان، چون اینجا میگه نازل کردیم قرآن را در شب قدر، جای دیگه میگه ماه رمضان قرآن درش نازل شد، پس معلوم میشه شب قدر تو ماه رمضان. خب ماده ای که اینجا استفاده کرده انزلنا، ماده باب افعال انزل ینزل و انزال، جای دیگه باب تفعیل استعمال کرده نزل ینزل و تنزیل، گاهی میگه انزلنا گاهی میگه نزلنا، این از دو تا بابه. اون جایی که باب تفعیل میاره نزلنا یعنی نزول تدریجی، اما انزلنا نزول دفعی است، یعنی قرآن در ماه رمضان نزول دفعیش و حقیقت قرآن به تمامه بر سینه سینای پیغمبر اکرم نازل شد به تمامه. بعد در طول 23 سال که 13 سال در مکه بودن پیغمبر، بعدم هجرت کردن 10 سالم در مدینه بودن، در طول 23 سال تدریجاً این آیات در موقعیت‌های خودش اومد. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، چه میدونید شب قدر چیه؟ خدا خودش میگه چه میدونید شب قدر چیه و چه ارزشی دارد؟ لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر از هزار ماه بالاتر و فضیلتش بیشتره. هزار ماه میشه حدود 83 سال. گفتن یه وجهش اینه، بعضی وقتی پیغمبر راجع به بعضی از عابدهای بنی اسرائیل صحبت میکردن میفرمود عابدی بود که 80 سال عبادت خدا کرد، اینا گفتن چرا ما محرومیم از این عبادتهای این گونه. اون وقت این آیه که اومد گفت شب قدر از 80 ماه فضیلتش بالاتر است، از هزار ماه که بشه 83 سال بودن. بعضی هم گفتن حکومت بنی امیه حدود 80 سال بود، فرمود ارزش شب قدر از حکومت ظاهری و مادی بنی امیه بالاتر است، پس بهتر از هزار ماه شد. خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن رب. امشب شبیه که روح و ملائکه نازل می شوند. روح چیه؟ ملائکه چیه؟ از امام سوال کرد آقا این روح چیه؟ فرمودن ملکی با بزرگتر با و با فضیلتتر از 4 ملک مقرب حضرت جبرائیل و عزرائیل و میکائیل و اسرافیل. میدونید 4 فرشته مقرب الهی این 4 تان. حضرت جبرائیل واسطه علم و دانش و وحی است،
حضرت میکائیل مأمور تقسیم ارزاق است. حضرت اسرافیل هم مأمور دمیدن است که سفره این جهان برچیده شود و باز بدمد سفره پهن شد در عالم دیگر. حضرت عزرائیل رو هم که همه ارادت خاص خدمتش داریم، همه هم ملاقاتش میکنیم. حالا این چهارتا میگن حضرت عزرائیل به خدا گفت خدایا اسم ما بد شد، ما مسئولیت قبض روح مردم رو داریم، با ما بد میشن. خطاب شد ناراحت نباش، بهانه هاش ما جور میکنیم، یا با تصادفه یا برگرفتگیه، خودش درست میکنه بهانه شد. بالاخره مأمور الهیه. حالا این چهار فرشته مقرب تحت نظر فرشتهی بالاتر به نام روح هستن. این که میگه تنزل الملائکت و روح، یعنی این مجموعه امشب از عالم ملکوت به عالم ملک میان. کجا میان؟ این سوره یکی از ادله اثبات وجود انسان کامل امام زمان علیه السلام است در زمان ما. زمان پیغمبر اکرم تنزل الملائکه و روح به کی میشد؟ بر وجود نازنین پیغمبر اکرم میشد. اما الی یوم القیامه ما شب قدر داریم، اما به ظاهر دیگه نه پیغمبری است، نه امیر المؤمنین است، نه حسن و حسینی. پس باید یک کسی باشد که ملائکه و روح خدمت او برسند، و اون کسی نیست مگر وجود نازنین ولی امر و ولی عصر امام زمان علیه السلام. سلام هی حتی مطلع الفجر. امشب تا طلوع فجر فقط سلام و سلام و سلامتی در این عالم است. اونایی که چشم برزخشون باز شده نزول فرشتگان رو امشب میبینن در این عالم، که آسمان ها امشب چه خبر است. و اگه یه توجه خودتون به دل هاتون بکنید، میابید نزول فرشته ها رو بر قلبتون و آرامشی که بعد از این روز گرفتن ها و عبادت ها انسان پیدا کرده. بنابراین امشب رو خیلی قدر بدانید. شب 21 بیشتر و شب 23 احتمال قدرش بیشتر است. بنابراین اینجور نباشه که شب اول بیام، شب دوم هم که شهادت مولاست، و غفلت کنیم از شب 23 که شب جهنی میگن. که مرد بیابانی اومد پیش پیغمبر اکرم گفت آقا راه من دوره. بعضی ها خیلی زرنگنده از سؤال ها معلوم میشه. به پیغمبر گفت آقا راه من دوره، نمیتونم هر سه شب بیام برای مسجد شما، کی بیام؟ حضرت فرمودن 23 بیام. این سوالات ظریفی که میکنم. از امام صادق علیه السلام سوال کردن، فرمود ما ایسر اللیلتین، حالا دو شب چیه؟ که دیگه دنبال اینید که یه شبش کنید. انشاءالله این سه شب به خصوص از دستتون در نره، به خصوص در جمع باشید. تأکید من تو جمع. بله میشه در منزلم نشست، پای تلویزیونم نشست، برنامه هم هست، اما جمع یه خاصیتی داره. اگر یه کسی سیمش وصل بشه تو جمع، کار بقیه هم درست میکنه. این خاصیت جمعه. این ید الله مع الجماعه، تأکید تو دستورات دینی ما رو جماعته. چرا اینقدر نماز جماعت فضیلت داره؟ پیغمبر ملکی رو دیدن، گفتن مأموریتت چیه؟ گفت آقا من آمار تمام قطرات باران رو دارم،
هر چی بارون توی این عالم بیاد من عددشو دارم. فرمودن چیزی هست عددشو نداشته باشی؟ گفت بله یا رسول الله. اون وقتیه که نماز جماعت به 10 نفر برسه دیگه من نمیتونم ثوابشو بنویسم، خود خدا باید حساب کنه. اصل نماز و یکی نماز جماعت. شما میدونید اهمیت جماعت رو اشاره کنم؟ میدونید اگر تو نماز فرادا تو منزلتون اشتباهی 2 رکوع رفتید، 2 دفعه رکوع رفتید، نمازتون باطله چون رکن اضافه کردید. اما تو نماز جماعت اگر فکر کردم امام جماعت سر رو بلند کردم، منم سر رو بلند کردم، بعد دیدم هنوز امام جماعت به رکوعه، اگه میتونم برسم گفتن باز برو به رکوع. خب اینجا 2 رکوع میشه، باید نماز باطل بشه. میگه نه، چون در نماز جماعت متابعت امام جماعت و وحدت شکلی در جماعت مطلوب خداوند متعال است، یه نواخت باش سریع برو این هیئت به هم نخوره، یکی ایستاده و یکی تو رکوع و یکی تو سجده، این ناهماهنگی رو خدا نمیپسندن. حالا تأکید این آقا تو جمع باشید این شبها. نکته دیگه این که من به خصوص تو شبهای قدر عرض میکنم و قرآنم میخواد به سر بگذارید، اگر کدورتی بین خودتون و کسی دارید، اگر ناراحتی دارید، اگر میتونید برید حقتون رو بگیرید، خب حق آدم حقا بشه بگیره، اما اگه واقعا آدم میبینه نمیشه، به خصوص طرفم فوت شده، به خصوص اگر طرفتون حالا ظلمی در حق شما کرده ولی دستش از دنیا الان کوتاهه، مادر خانوم بوده، مادر زن بوده، همسایه‌ای بوده، خواهر و برادری بوده، امشب اگه خدا میخواد به شما توجه بکنه و شما رو مورد مغفرت قرار بده، میگه بگذرید تا بگذرم. بگذرید از دیگران. اینا کدورت، این کدورت ظلمت بر قلب میاره، تاریکی میاره، روح آدم رو تاریک میکنه. اون وقت در یک مجلس اگر یه دل تاریک باشه تأثیر میگذره رو دلهای دیگر، جلوی استجابت دعای بقیه هم میگیره. امشب قبل از این که وارد دعای قرآن بشیم، یعنی قرآن سر بگذاریم، این دلها رو صاف کنیم با هم. واقعا اگه با کسی قهری امشب یا با امام زمان علیه السلام صاحب امشب یه معامله ای بکن، بگو آقا شما دوست دارید من بگذرم از یه بنده ای، اما میگذرم به شرط این که خدا هم از من بگذره. قطعا هم اینطور میشه. امام سجاد علیه السلام برده ها رو میخریدن، 1 سال با اینها کار معارفی میکرد امام سجاد. جانم به قربان امام سجاد. بعد عید فطر سال دیگه که میشد، عید فطر یکی یکی اینا را میخواستن، میفرمود که دفترچه ای داشت، فلان روز خطا کردی گذشتم، فلان روز اشتباه کردی گذشتم، فلان روز فلان روز، یکی یکی بهش میگفتن. بعد میفرمود به حضرت گذشتم. اون وقت همه شونو در راه خدا عید فطر آزاد میکرد، بعد دستشو بلند میکرد، خدایا تو میدانی اینها خطا کردن اما من از همشون گذشتم، تو هم از علی ابن الحسین بگذر، تو هم از علی ابن الحسین بگذر. چقدر قشنگه، چقدر قشنگه، چقدر گذشت لذت بخشه.
لذتی که در عفو هست در انتقام نیست. و این عفو ها و گذشت ها حتی پسرشو کشته میخوان اعدامش کنن، دم چوبه دار دید این جوان اگه ببخشه جوان خودساخته‌ای میشه، ارزشمندی تو جامعه میشه، متنبه شده اشتباه کرده، عفو کرده. واقعا هم زنده کردی انسانو با این عفوش. حالا کشته بود، تمام شده بود، رفته بود، شاید یه تشفی هم پیدا میکرد، اما لذتی که الان میبره در اثر خدماتی که این جوان داره میکنه قابل وصف نی. تو محیط خانه اگر کدورتی از همسر دارید امشب بگذارید، اگر از دست هم ناراحتی دارید امشب، چه خانوم ها و چه آقایون، با امام زمان معامله کنید، بگید چون آقا دوست می‌دارن که یک زن و شوهر با هم با صمیمیت و محبت باشن، گذشت تو زندگیشون باشه، من با آقا معامله کردم گذشتم، بعد از مجلسم اگه حرف نمیزدید با هم حرف بزن. چقدر قشنگ زندگی، زندگی فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین باشه. خب میدونید خیلی ابتدا سخت بود، ابتدای اسلام از نظر اقتصادی خیلی مسلمان ها در مضیقه بودن. اصحاب صفه رو شنیدید، اطراف مسجد مهاجرینی که از مکه اومده بودن پیغمبر جا دادن، نه غذایی نه اسلحه‌ای، یه خرما گاهی زکات میدادن، میدادن به اینها، اسلحه نبود وقتی میخواستن جنگ برن، همینا میمدن. فاطمه زهرا سلام الله علیها خانه این علیی که امشب ضربت خورد، سلمان میگه اومدم تو خانه علی، دیدم دسته دستاس خونیه که باهاش گندم آرد میکردم، بچه‌ام تو دامن زهرا و زهرا از خستگی خواب رفته، دسته دستاز خودش داره میگرده. نگاه کردم دیدم حسین تو گاهواره خوابه، گاهواره داره خودش حرکت میکنه. اومدم پیش پیغمبر اکرم، سلمان میگه یا آقا خیلی ناراحت شدم از این منظره که دیدم از بس زهرا دستاز کردونده این دست مجروح شده، خونها به دسته دستازه، اما آقا دیدم دسته دستاز داره میگرده، گاهواره داره حرکت میکنه. فرمودن فرشتگان الهی دارن کمک میکنه. اون وقت بعد از مدتی فزه خادمه را، فزه خادمه را کمک آوردن برای حضرت زهرا. حضرت زهرا یه روز خودش کار میکرد، یه روز فزه خادمه که اجحافی به فزه نشه. شاهد عرضم اینجاست، روز اولی که فزه اومد توی خانه، امیرالمؤمنین اومدن درب خانه رو زدن، فزه اومد در خانه، در رو باز کرد، خب میخواست خدمت کنه. امیرالمؤمنین سلام کرد، حضرت جواب دادن، رفتن تو. بعد با زهرا که خلوت کردن، امیرالمؤمنین فرمود زهرا جان نمیخوام سختت باشه، اما دلم میخواد وقتی من میام تو خانه در میزنم خودت بیای در خانه رو باز کن، چون همه خستگی من علی وقتی چشمم به جمال تو میافتد همه خستگیم از بین میره. واقعا خانه های ما هم اینجوره که یه مرد وقتی میاد تو خانه چهره همسرشو میبینه اینطور لذت بخشه براش.
یا نه متاسفانه بعضی خانه ها مرد میگه تا خانمایی ها خوابن برن بیرون، وقتی هم شب خوابن برگردم تو خانه که کمتر تو خانه باشم، این مشکل پیش. حالا کدورت و امشب انشاءالله نباشد بین ما، که انشاءالله دعاها زودتر به استجابت برسه. و پیغمبر در خطبه شعبانیه فرمود توبو الالله من ذنوب کن، امشب شب توبه است، فرمود توبه کنید از گناهانتون نزد خداوند متعال. روایتی مرحوم کلینی رحمت الله علیه روایاتی رو آورده تحت عنوان کتاب الدعا. میدونید اصول کافی 2 جلده، فروع کافی 5 جلده و روزه کافی هم 1 جلده، مجموعاً 8 جلده. در کتاب الدعاش اینجور داره که میسر ابن عبدالعزیز از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، فرمودن یا میسر اد او ولا تقل ان الامر قد فرغ من، دعا بکن و نگو هر اتفاق باید بیفته خدا مقدر کرده میفته، دعا بکن ان الله عز وجل ان عند الله عز وجل عز وجل منزله لا تنال الا بمساله، فرمود یه چیزایی بهش نمیرسید، چیزهای نزد خداست بهش نمیرسید مگر با دعا کردن. ولو ان عبدا صد فاه، اگر یک بنده دهانشو ببندد و باز نکنه، ولم یسأل از خدا نخواهد، لم یؤت شیئا، خدا عنایت نمیکنه اونا. بعضی چیزاست باید بخوای، خدا دوست میداره در خانهش صدا بندش بلند شه. دیدید گاهی یه فقیر میاد در خونه، فقیر مؤمنه با اخلاق، دوست داری صداش را، بعدم کمک خوب بهش میکنی، اما یه وقتی کسی میاد خوشش نمیاد، خوشت نمیاد ازش، تو خونه میگی زود یه چیزی بهش بده ردشت بده، زود دفعش کنی. اما بعضی وقتا خدا میخواد بخوایی، هی این خواستن رو دوست داره صدایی تو رو بشین. بعد فرمود یا میسر انهو لیس من باب یقرع الا ایوشک ایفتح لصاحبه، فرمودن هیچ دربی نیست زده شود، امام صادق علیه السلام هیچ دربی نیست زده شود مگر اینکه نزدیک است باز شود اون در. ما هم امشب در خانه خدا رو میخواییم بزن. در مثل داره من دق بابن، مثال عربیه، مثل عربی، من دق بابن ولج ولج، هر کس در به یه خانه رو بزنه و اصرار کنه در به اون خانه بروش باز میشه، اونم در به این خانه ای که در به خانه این سلطانی که این وقت شب در خانه هر سلطانی بری درش بسته است، اما این سلطان در به شب هم بازه، تو خلوت هات هم بازه. گفت پیغمبر اگر کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری، صد بار اگر توبه شکستی بازا 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 هرانچه هستی بازا، این درگه ما درگه نامیدی نیست، گر کافر و جبر و بت پرستی بازا. نگید نگید غرق گناهیم جوانها، نگید خیلی گناه کردیم خدا ما رو نمیبخشه، اگه اینا بگی گناهش بدتر از گناهایی که کردی. خدا اصلا دنبال عبد فراریش میگرده،
عبد فراری دیگه خدا کمتر از یه مادره، مادر راضی نیست یه خار تو پا بچهش بره. دیدی گاهی بچه شیطونی میکنه، اذیت میکنه، مادره از خونه بیرونش میکنه، بیرونش میکنه. خب بچه هست دیگه، میره با دوستاش بازی میکنه تا کی؟ تا غروب آفتاب. غروب آفتاب که میشه یکی یکی بچه ها میرن، یکی یکی میرن. این بچه چیکار میکنه؟ تک و تنها وسط کوچه داره شب میشه، کجا بره؟ آخر میاد دوباره پشت همین در، در میزنه، گریه میکنه، مادره در باز نمیکنه. برو همون جایی که تالا بودی، باز نمیکنه. اون گریه میکنه اما نمیدونی مادره هم پشت در خودش هم داره گریه میکنه که بچهشو بیرون کرده، اما نمیخواد خودشو بشکنه، نمیخواد بشکنه. اما تو دلش میگه خدا کند یه کسی برسه واسطه بشه من بچه‌م راه بدم، خدا کنه یه کسی برسه واسطه بشه من بچه‌م راه بدم. و همینطور هم میشه، واسطه میاد راهش میده. ما هممون امشب عبد فراریم، غروب شده، شب قدر برگشتیم در خانه خدا، اما خدا هم میخواد واسطه بیاری. وابتغوا الیه الوسیله، وسیله محمد و آل محمد است. وسیله این قرآنیه که امشب رو سرهاتون میخوام بگذاریم و چقدرم قشنگ شما رو میپذیرد امشب. هر چی گناه کردید مایوس نشید، گناه شما بالاتر است یا رحمت خدا؟ یا رحمت خدا. اگه جرأت دارید بگید گناه ما بالاتر است از رحمت خدا. پیغمبر خدا اومده بغل کنه، امیرالمؤمنین امشب اومده بغل کنه. اما بریم سراغ امیرالمؤمنین شب علی است. جوانها مواظب باشید، علیتون رو تو این کشور نفروشید، علی رو نفروشید. گاهی بعضی از این ادیان دیگه رو ببینید، شما شاید با بعضشون هم دوست و رفیقید، هیچ وقت اعتقاداتش رو نمیفروشه. اما متاسفانه بعضی از بچهای ما در اثر رفاقت با بعضی از اینها، بچه مذهبی نمازخون مسجدی ما که گاهی پدر و مادرش میگه آجا من چقدر مقید بودم، دختر من چادر سرش بوده تا وقتی میخواست دانشگاه بره. بچه های ما اهل نماز، اهل این مجالس، وقتی وارد دانشگاه شدن تمام شد در اثر رفاقت با دوستان. چرا اینقدر هم سست باشه؟ اونا دست بر نمیدارن. اینه که امیرالمؤمنین میفرمود ای کاش یکی از این لشکریان معاویه رو میگرفتم، ده ها نفر از شما سست اراده ها رو میدادم که اونا در باطنشون محکمتر از شما در حدتان هستید. مواظب باشید تو این رفاقتتون رفیقاتون رو بیارید. این مثلا من زدم ولی دوست میدارم بازم بزنم. گفتم یه معتاد ببینی، یه معتاد تو یک ماه 10 تا معتاد درست میکنه. حالا بچه مذهبی های ما نمیخوام تو یک ماه، تو یک سال یکی مثل خودتون دوستدار علی درست کردی؟ که میگی شیعه علی هستم؟ یکی مثل خودتون درست کنید
بیاردشون تو این مجلس. از ما بردن تو کلیسا، اما چند تا از کلیسا آوردیم تو این مسجد. اینا علامت چیه؟ علامت اینه که ما کم کار داریم میکنیم، برخورد ما جذاب نیست. در یه سفری که دعوت داشتم آمریکا برای سخنرانی، تو فرودگاه شیکاگو که وارد شدم، اونجا به من گفت که اگر میشه یک کسی مسلط‌تر بر زبان انگلیسی باشه بگید بیاد برای اینکه از گیت رد شم. پیش کرد با ترکیش رفته بودم، یه خانوم ایرانی از هواپیمایی ترکیش اومد، خب ترجمه کرد و کار من حل شد، رد شدیم. خانوم 27-28 ساله. وقتی داشتیم می اومدیم، من معمم نبودم اونجا، فهمید مذهبیم. گفت برای چی اومدید؟ گفتم برای سخنرانی. گفت من تو این کشور مسیحی شدم، ایرانیم، مسلمان بودم، مسیحی شدم. به من گفت اگر بایبل و انجیلم میخواد من براتون تهیه میکنم. بعد گفت میدونید چرا؟ برای اینکه وقتی تو مذهبی ها و مسجد اومدم خوب تحویلم نگرفتند، ولی تو کلیسا رفتم استقبال عالی از من کردن، مشکلاتم رو حل کردن. چرا ما نباید این کارو بکنیم؟ چرا ما یه مجموعه ورزشی نباید داشته باشیم که بچه های خودمون رو اونجا بیاریم و باید این طرح اینجا اجرا بشه؟ چرا باید بچه های معذرت میخوام منحرف و هرزه بچه های ما رو ببرن برای ورزش، والیبال، فوتبال، بدمینتون، بعدم بیاد یه نوشابه باز کنه، یه نسکافه بده، فردا دیگه نمیخواد بگه بیا، خودش میدوه. اما ما بلد نیستیم چی کار کنیم با بچه هامون، همونی هم که داریم از دست میدیم. خیلی مراقبت بکنید چجور با جوانایی که در این مسجد میان رفتار میکنید، بغلشون باید بکنید، ببوسید این جوانها را. تک تک اینا ارزشمندن. سرمایه های ما اینه، سرمایه های این مرکز این در و دیوار و زیبایی هاش نیست، ارزش ملکی این زمین نیست، سرمایه هاش جوانهایی هم که میان. آبادی مسجد به زیبایی و مناره و گنبدش نیست، به دختر و پسری است که تو این مسجد میان، به اون تعالیمی است که از منبر حسین میگیرند، از ندای نهج البلاغه علی میگیرند. بنابراین خیلی قدر خودتون رو جوانها بدونید. این که میگم علیتون رو نبازید و نفروشید، خیلی روش فکر کنید. علی که در محراب عبادت و در نماز به شهادت رسید، مواظب باش علی تا میگم نگیرن، یعنی نمازت ازت نگیرن. اگه نمازت ازت گرفتن یواش یواش بی نماز شدی، یعنی علی تو گرفتن. حسینی که در مقابل تیرها نماز خوان تو کربلا، حسین تو گرفتن. اینجور نباشه خود ما هم داریم تیر میزنیم به حسین و شمشیر به فرق علی. و به حمدالله اینطور هستید، مقید باشید، هر جا هستید نمازتون رو بخون. ممکن آدم جوانه، تخلفاتی هم میکنه، اما این نمازه رو ترک نکن. پیغمبر خدا به پیغمبر گفتن آقا فلان جوان میشناسی؟ فرمودن بله. گفتن آقا کار خلاف میکنه دایی، اما شما هم دوست داره. حضرت فقط یه سوال کرد، خود دقت کن، یک سوال بیشتر نکرد. پیغمبر فرمودن نماز میخواند یا نه؟ نماز میخواند یا نه؟ گفتن آقا نماز میخونه. فرمودن نمازش نجاتش میده، نمازش دستشو میگیره.
این نمازه رو در طول عمرتون و جوانیتون بخونید. فصل جوانی یه فصلی میگذره، گذراست، پرتلاطمه، اما میگذره. مهم بعدشه. بعدش که عادی میشه، موج جوانی از بین میره، صاف میشه، برمیگردی به نمازه. اگه اون نمازه رو داشته باشی برمیگردی، اما اگه نمازه رو نداشته باشی رفتی. قبول نمی کنی؟ تو همین سوئد ایرانیای خودمون رو نگاه کنید، خیلی راحت میشه تشخیص بدی کی تو زندگیش موفق بوده. هیچی بالاتر از این نیست که آدم ایمان داشته باشه. خدا میدونه تمام دنیا رو بت بدن، اما انسانیت و ایمان نداشته باشی ارزش نداره. امشب از خدا عافیت و سلامتی بخواید، عافیت و سلامتی. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله عظمای تبریزی، استاد بزرگوار مرا. ایشون سرطان گرفتن آخر عمر. من پیش ایشون که رفتم فرمود فلانی، اگه همه حسابای بانکیت پر پول باشه، همه حسابای بانکیت پر پول باشه، اما سلامتی نداشته باشی چه فایده داره؟ سلامتی نداشته باشی، بهت میگن فقط نون جو بخوری، برای اینکه قندت بالاست، اورت بالاست. اما امیرالمؤمنین علیه السلام، امیرالمؤمنین وسط سخنرانی روشش کردن به امام حسن، حسن جان چند روز از این ماه گذشته؟ گفت بابا جان 13 روز. حسینم چند روز دیگه مونده؟ بابا جان 17 روز. به دستی علی به محاسنش کشید، برای اینکه پیغمبر خبر داده بود در خطبه شعبانی پیغمبر که داریم تفسیر میکنیم میرسیم بهش، خبر داده بود که فرق تو را عشق الاولین و الاخرین دونیم میکنند. تو جنگ خندق عمرو بن عبدالعزیز زد تو فرق علی، ابن ملجم هم شب 19 هم زد همون جایی که عمرو بن عبدالعزیز زد. این شبها امیرالمؤمنین هر شب خانه یکی از بچه هاش بود. دیگه فاطمه ندارد. یک شب خانه زینب بود، یک شب خانه دخترش ام کلثوم بود، یک شب خانه حسن، یک شب خانه حسین. این شب، شب 19 هم منزل ام کلثوم بود. ام کلثوم سفره افطار علی رو انداخت، نان جو گذارد، شیر و نمک، نان جو، شیر و نمک. امیرالمؤمنین شاید اشکش جاری شد، دخترم تو کی دیده ای علی یک نان و دو خورش بخورد؟ جان بابا یکیشو بردار. اومد نمک رو برداره، علی گفت شیر رو بردار. امشب با نان و نمک افطار کرد علی. اون علی که به عثمان ابن حنیف نوشت استاندار من شنیدم سر سفره ثروتمندان رفته ای که فقرا کنارش ننشستند، بدان من علی اگر میخواستم از مغز گندم و عسل مصفا غذا تهیه کنم میتوانستم، اما من علی باید با فقرای مملکتم هم سطح باشم. افطارشو کرد، ام کلثوم میگه من دیدم علی متلاطم است، هی از اتاق میاد بیرون به آسمان نگاه میکنم، یه به خدا وعده دروغ به من داده نشده است. نزدیک اذان صبح که شد، امیرالمؤمنین حرکت کردن بیان مسجد.
یه تعدادی مرغابی تو خانه ام کلثوم بود. حضرت سفارش این مرغابی ها هم کرد، فرمود ام کلثوم هم یه وقت گرسنه نمانن، تشنه نمانن. اومد از در خانه بیاد بیرون، میخ در تو کمربند علی گیر کرد، یعنی میخ درم نمیخواد امشب علی به مسجد برود. علی امام کائنات هست، نه امام انسان ها فقط، امام حیوانات هم هست، امام جمادات و نباتات هم هست. اینقدر که شاید جمادات و نباتات علی را میشناسن، من نمیشناسم. اینه که شتر از زیر کارد از تو کشتارگاه فرار میکنه، میاد کنار زری، کنار پنجره فولاد علی ابن مسرزا پناه میاره. او میشناسه علی ابن مصطفی رضا، زامن آهو میشه امام رضا. امیرالمؤمنین اومدن وارد مسجد شدن. علی نماز صبح نخونده هنوز که ضربت بخورد. امیرالمؤمنین ایستاد به نماز نافله صبح. نماز نافله رو، نافله صبح رو به نیت علی بخونید، به خصوص امشب دو رکعت نماز عین نماز صبح، همیشه قبل از نماز صبح نافله صبحه. امیرالمؤمنین تو نافله صبح بود، وقتی سر از سجده اومد برداره، این نانجیب ابن مرجم مرادی ضربه رو بر فرق علی وارد کرد، خون از فرق امیرالمؤمنین تو محراب نمیدونم کوفه رفتید یا نه. امشب از خود علی بخواید برید مسجد کوفه که علی ضربت خورده ببینید. بار اولی که من رفتم مسجد کوفه چنان منقلب شدم کنار محراب امیرالمؤمنین علیه السلام. وقتی خون جاری شد از فرق امیرالمؤمنین فرمود فست و رب الکعبه، به خدا علی رستگار شد، راحت شد دیگه. این اذیت هایی که به علی می کردن دیگه، علی از این اذیت ها و زخم زبان ها راحت شد. میگن امام حسن رو خبر کردن، آقا اومدن شبیه پتوی آماده کردن، امیرالمؤمنین رو روی پتو گذاردند، نمیتونه حرکت کند. آوردن نزدیک منزل، یه وقت دیدن امیرالمؤمنین فرمود حسن جانم اگه میشه منو زمین بگذارید. بابا جان نمیتونید راه برید، فرمود منو زمین بگذارید، نمیخوام زینبم منو با این حالت ببیند. میدونید دختر چقدر علاقه به باباش داره؟ اونم یه شخصیتی مثل زینب کبرا، فرمود منو زمین بگذارید منو با این حال نبیند. میخوام بگم یا علی کجا بودید کربلا وقتی زینب وارد قتلگاه شد؟ نگاه کرد چه حسینی سر در بدن ندارد. کجای حسین رو ببوسد؟ انسان صورت رو باید ببوسد. خم شد و لبها را به رگهای بریده.